Hey guys, how you do? This is so gang که به این ویدیو خیلی خوش اومدید. یکی دیگه کامنت نوشته بود که وای چقدر بگیرند بده ببین که من تو پنتاوس پدرتو ننشستم تو 20 روز من آورم تو کشور غریب. من لعنتی داخل هتلم دارم سعی میکنم یه جوری جایی که نور خوب باشه بشینم و برات ویدیو بگیرم و اینو به من میگی خیلی ببرم تمام اون تنشا رو مغز منم هست. امروز اومدیم دوباره با هم دیگه قراره ببینیم که قبل آرایش شما لعنتی چه شکلین و بعد آرایش شما چه شکلین و با هم مقایسه کنیم ببینیم آیا صندلی خیلی حال میده. ببینیم قبل و بعد آرایش شما چه شکلیه. این ویدیو رو با بچه تلگرام گرفتم با ایدی تلگرام روی صفحه میاد وا. حتما جوین بشید قراره اینجور ویدیو رو با هم دیگه بگیریم. بریم ویدیو رو شروع کنیم. من که ویدیو رو دارم برای دومین بار میگیرم. نوشیدنی پرایم اسپانسر نشد متاسفانه. خب اولین نفری که میخوام بهتون نشون بدم میخوام یکم پارتی بازی بکنم مهناز خودمون رو نشون بدم. بچه‌ها مدل با تو کامنت دست بزنید. واقعا پارتی بازی نیست ولی این مرناز خودمون رو در نظر بگیرید. این بدون آرایش، این با آرایش. خدای خودتون تو کامنت ها بگید، بگید که بدون آرایشش بهتر از با آرایششه. من یکی نظرم شخصا اینه. اگه نظرتون با من موافقه بنویسید نظرم با سوگن موافقه. ولی خدایش خودمون دیگه. به نظر من بدون آرایشش بهتر از با آرایشش. اصلا به خاطر پارتی بازی اینجور چیزا واقعا نه. عکس بعدی که دارید میبینید این خانومه. اسم خانم هست ملیکا. عکس ملیکا چند سالشه و سایزش؟ این عکس 3 درجه. خدای قبول نی دیگه معلومه سدرچر همه بده. اینو نگاه این بارایش. خب معلومه الان این خیلی بهتره. سدرچر بر کارت ملی عکس گرفتی لعنتی. عکس پرسونالی منم بده. خدایش خیلی خوبم عکس پرسونالی. ولی خدایش قبول نیست دیگه. این معلومه این بهتره تا اینه الان. ولی کجا چی؟ این عکسی که میبینید الان میگه وای سوگن این دختر بچه ما شما کجا پیدا کردید؟ این خانم اینه. What؟ عاشق این دو تا هم پیجی وی اومد جلو. باحاله. ولی من اینو بیشتر دوست دارم. احساس میکنم این خیلی گوگلی تر و کوچولو موچولو خوش میاد. اینا که نارنگی پوست میگیره میخوره. ولی این یکی نه این یک وزاست. دعوا میکنه برایش من ظرفا رو بشورم. این خانمایی که دارید میبینید این از اوناست که میگن فلفل نمین جریزه. برو کج کلاهات زوا کن. اینه. واو چقدر بنفش بهت میاد. جدا میگم اگه با من موافقت که بنفش بهش میاد حتما بیا لایک کنید. ولی خاله بنفشش میاد دیگه. خیلی هم خوب شده خدایی. ولی نمیخوام بگم بدون آرایش مثلا بعد با آرایش خوبه. ولی خدایش مثلا یه رنگ و بوی دیگه گرفتی. ولی جدا بهت بنفش خیلی میاد. ببین این خانمی که دارید میبینید اینجا پوینت خودش این چشم سبزشو گرفته از قبل. اصولا تغییر آنچنانی قرار نیست بکنه. این بدون آرایش، این با آرایش. فرقی اونقدی قرار نیست بکنه. چرا؟ چون تو یک لول از همه جلوتری. بدون آرایشت بنزی با آرایشت جذاب و قشنگه. اگه مخ زدم دیگه صابو بچگونید. پی وی که نمیخوام بیای ولی صابو بچگون. اینی که میخوام بهتون الان نشون بدم یک دروغ بزرگه. چرا دروغ بزرگه؟ ما گفتیم قبل آرایش و بعد آرایش. ولی اینی که دارید اینجا میبینید این در واقع با آرایش بدون فیلتره. این با آرایش با فیلتره. من قبول نمیکنم خود این بدون آرایش باشه. خدایی تو کامنت ها بنویسید که این بدون آرایش نیست. با آرایش معلومه. کیو گول میزنی؟ من خرم بچه ها تو خونه که غر زن آگه دیجی حواظم داشتم. خانم بعدی که میخوام بهتون نشون بدم یکم نامردیه. چرا؟ چون این خانم که دارید میبینید این قرار مدل لباس عروس بشه. خب معلومه از این خیلی میریم تو این. یعنی آرایش خیلی قرار زیاد بشه. از شمال کشور رفتیم آرایش خلیج جنوبی. معلومه که فرق داره. ولی خدایش دیگه این قبول نیست دیگه. خدمونی کم آن این صورت چه با صابون صابیدن اینقدر چربی تو صورتش پیدا نمی کنی. بس با اون کفصاب صابیدن صورتش رو بکنش لباس عروس تنش کند عکس بگیرن ازش. ولی خدایی خیلی جذاب شده جدیه. بیاید این خانوم عزیزون نپذیرم. این خانومی که دارید میبینید دیدید آخه تازه خواب بیدار شده گوگولی یکم شبیه روبا میمونه. ولی اصلا اینطور نیست. این خانوم اینه. ببین تو رو باغ وحشای تهران ببینم میگیرنت. ما پلنگ الان کم داریم. آره خدایی خیلی اصلا این با این قابل مقایسه نیست. نمیتونم متاسفم بهت بگم که بدون آرایش و با آرایش یکیه ولی نیست واقعا. تو دروغ بزرگی هست. اینا این آدم چند چهرن. صبح این شکلی میبینیش شبها این شکلی. منی که هر دو حالتو میبینم. بیاید نذارید که اینم قبول کنم که این رژ گونت معلومه تو عکس. ما گفتیم بدون آرایش. این بدون آرایش شده. و این چیه؟ فیلتر هم استفاده کردید. بگم ما خریم نوشیدنی پرایم دوتا بخری یکی بود. ولی جدی یکم گرون بود. جدا فکر کردی ما کیم؟ این رژ گونت معلومه. تو اینم رژ گونت بیشتر تر معلومه. تر 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 اینجا خیس بود اینجا خشکه. اینجا این خانومی که دارید میبینید مژگان خانم ما. چرا سوگن اسمش مژگانه؟ چون خودم در بردم. اینجا که دارید میبینید داشته آماده میشده که بره این تیک تاک میکتک رو فکر کنم ضبط کنه. بس شده این
وای سوگن اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ شماره هاشون رو ما میخواییم. میاد پی وی هر کدوم یک کنیم بهتون میفروشه. ولی جدی تو هم خیلی تغییر کردی. ای بابا این دختر خانمی که دارید میبینید فرقی با آرایشش و بدون آرایشش عملا وجود نداره، عملا یکیه بیس. خب یارو خودشه، عمل که نکرده. نسرین خانم ما که بازم اسمش رو من خودم درآوردم اینجا که میبینی تازه از خواب بیدار شده، از روی دنده چپم بلند شده، چکیدی میکنه عملا. ولی خانم اینه، دیدی هر کی زو قضاوتش کردی داری ساده گوگولی گوگولیه این خانم. خودم حالا خیلی تغییر کردی خودت. این خانم که میبینید اینجا با آرایش با لنز، اینجا با آرایش بدون لنز. که من با آرایش بدون لنز تو واقعا ترجیح میدم. تو که اینقدر چشای خودت قشنگی برای چی لنز میذاری؟ خدای بعضیتون لنز بهتون نمیاد، لنز نذارید واقعا. من خودم لنز خیلی دوست دارم بذارم، بخاطر اینکه از شر این عینکی که به اندازه یه LCD رو چشمه بود. چه خبره اینقدر بزرگ؟ یکی توییت زده بود درباره من، بعد یارو برگشته بود گفتش که سوگن کی هست؟ گفت سوگن رو نمیشناسی؟ گفت همونی که یه LCD جلو صورتشه. گفت آره. گفت نه نمیشناسم. خیلی لوزه بودی. من خودم لنز خیلی دوست دارم بذارم که از شر این عینک راحت شم، ولی به من نمیاد مثلا. همون وای سوگنگ برای چی لنزهای بدون رنگ استفاده نمی‌کنی؟ حتما این کارو می‌کنم. مرسی که گفت. این خانم که دارید می‌بینید اینجا، این خیلی ناز و بوگولیه. مطمئنا همتون تا الان متوجه گفتید آه چقدر کوچولو جذاب خود. اینه. این ای وزاست، نگاهش نکن. ولی خدایی تو بدون آرایشت خیلی بهتر آرایشت. آرایشت هم خوبه ها، ولی خدایی خودت بیست به نظرم خیلی گوگولی تره این حرفه. اوکی. این خانم جلو خانواده پیش دوستاش نگاه. من بهتون میگم کتابو هر جلدش قضاوت نکنید. ولی یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. حالا که تا اینجا ویدیو اومد و ویدیو خوشت اومد و ویدیو رو لایک کردی، این خانم که میبینید آیفون 13 پرو مکس، آیفون 14 پرو مکس هیچ فرقی نمیکنه. بله این خانم هیچ فرقی نمیکنه. قشنگ آرایشش با بدون آرایشش به یه اندازه جذابه. تو بردی جدیه. کسی که بدون آرایشش با آرایشش به یه اندازه جذاب و قشنگه اون برده واقعا. نرگس خانم ما که اینجا میبینیدش اصلا دروغه. چرا دروغه؟ چون مدله. الان مدل بدون آرایشش با مدل با آرایشش هیچ فرقی نداره. هیچی از مدل بودن و جذاب بودن تو هیچ کمی نمیکنه. برای خدای شما مدل خیلی راحتی نه. وای نسوگن میدونی ما چقدر باید روی اینا رو بدید کن یه لحظه خودمو بر رژیم غذایی من... بله، ولی خدا شما رو بیسیک قشنگ آفریده. اصلا تو نیازی نیست کاری بکنی، تو همینجوریش واقعا جذاب و قشنگی و قبول نیست. نرگس واقعا قبل و بعدش فرقی نداره. این خانومی هم که اینجا میبینید نگاه نکن میگی مظلومه آ تو نور بنفش اتاقشه. نه این پارتی کنای به دست سوخته است. نگاهش کن تو باورت میشه این 3 تا دوست پسر داره. انقدر بعدم آدما رو قیافه قضاوت میکنن این 100 تا دوست پسر داره. وای این 260 تا دختره. جیزس کرایست. این خانم میبینی خب چقدر خودشه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی بدون آرایشش با آرایشش خیلی قیافه خودش توشه. خب خودشه. خب نه میدونی منظورم اینه که خیلی اون بیس خودش مشخصه که خودشه. من قرار جادو کنه آرایش همون یاروه، ولی نه آخه خیلی خودشه. ولی تو هم جدی جز آدمای برنده ای هستی که قیافت با آرایشت با بدون آرایشت جفتش به هم اندازه جذابه. این خانم میبینی موقعی که باهاش تو رابطه ای، موقعی که کات میکنی بیا این اصلا اون عینکت کو چشات لیزر کردی همین دقیقی؟ نه لنز گذاشتم. او مای گاش خیلی خدای خیلی تغییر کردی. بیا نپذیرم که این اینه. خدای خیلی تغییر کرد. ولی ایول ایول اگاش میتونستم بگم آرایشت با بدون آرایشت یکی، ولی نیست واقعا. تو فرق داری. آخ آخ اینو میبینی مظلومه. تو نگاش نکن این این پاچه با بارت میکنه. ولی نه جدی تو با آرایشت خیلی جذاب میشی. به نظرم باید بلد باشین آرایش کنید میدونی؟ و این خانم خیلی خوب بلده. نه که بد باشی یا یعنی خیلی پرو مکس شدی منظورمه. you know؟ این تعریف بود. ببین اینو قبول نمی کنم. اینو اصلا قبول نمی کنم. با اینکه اختلاف لنز وجود داره این عکس مثلا اینکه قرار ببینید و با اینکه قرار بعدش ببینید با هم مقایسه کنید. مطمئن این با لنز گوشیه، این با لنز دوربین حرفه‌ای 5 میلی‌متر به بالاست. مطمئنم زاویه ها فرق داره، نورا فرق داره. ولی بذارید قبول نکنم که این خانم اینه در واقع. خو این دروغه، این تقلب اصلا نمیشه. نام علی علی محمد بال محمد جدن نمیشه. جدن دروغه. مگه میشه این اینه؟ اصلا چیکار نمیکنم. ببین آب میریزم پات. چی جوریه داستان؟ هاو شکوفه میری؟ جدا باورم نمیشه. پشمام ریخته. یعنی بزرگترین اختلاف میتونم بگم این خانم بود با من که از کی به چی. What the fuck.
این خانم گوگولی میبینی که بهش میخوره فقط از اینا باشه که نشسته یه گوشه خونه چای میخوره با کیک و تیتا بچه‌ها میادش ترش میکنه چون احمقه. این همونا نیست، این خانم نگاه برات غذا درست میکنه، مرغ شکمپور رال کنی وای. ولی جدا احساس میکنم آشپزیت خوبه، اگه آشپزیت خوبه تو کامنت بنویس آشپزیت خوبه وای. ولی جدا خیلی تغییر کرد، انصافا خیلی تغییر کرد، اون خیلی گوگولیه، این اون خانمای متشخصی که برات غذا درست میکنه، همه چیو با هم میخوری. این خانومم که دارید اینجا میبینید واقعا نمیشه حرفی زد، چون ببین از شمال کشور رفته به جنوب کشور، آرایش خلیجی جنوبی هستن، معلومه خیلی با این فرق، منم آرایش جنوبی خلیجی بخوام بزنم میجم این. آخ آخ آخ، بیایید اینم بذارید نپذیرم. این خانومی که دارید اینجا میبینید نمونه بارز قرمه سبزیه، اینی میبینید بعد مثلا یک ساعت میتونید غذا رو جمع کنید، ولی وقتی میذارید دم بیاد و میمونه ببین خدایی خیلی تغییر کردی ایول، ارادت دارم خدمت متشکرم، خداییش خیلی فرقه. من فهمیدم چرا میگن غذا رو از شب تا صبح بذارید بار بیاد خیلی مثلا دم بیاد خفن میشه گاد میشه، خدایی خیلی اختلافه، خداییش خیلی اختلافه ماشاءالله. این دو خواهری که اینجا میبینید از زورگیرای منطقه فرشته تهران، بعد از اینکه شمارت میگه شمارت بده اینجوری زورگیر میگه شماره میگیرم میرم منطقه کجا زعفرانیه و دو تا خواهر دوتا پرنس، او مای گاش و چقدر تغییر ایول ایول. این خانومی که اینجا میبینید از اوناست که مامانه هست میگم وای دختر من که اهلی هیچی نیست، وای دختر من خیلی سر به زیره، دختر من هیچ کاری نمیکنه. دخترش یا امام حسین رمز چی زدی؟ بر خدا آرش تو مام یاد بده. برگام چقدر تغییر، ببین همونا ولی یکم اما بد بیچ این استایل رو گرفته و خیلی بهت میاد، خیلی بهت میاد. این خانوم هم که دارید میبینید نمونه برنج ساده با برنج شیوید داره، هیچ فرقی عملا نکرد، یه کوچولو فقط از سادگیش و ایناش به خفن‌تر و پرمکس بودنش اضافه شده، ولی همونه برنج معمولی برنج شیوید دار، فرق زیاد نکرد. تو هم بردی آتیش. این خانوم میبینید اینجا تو میتونی با این استایل یه جوری روزاتو سر کنی، یه تایم میره 6 ماه سال این شکلی باشی، 6 ماه دیگه سال دیگه این شکلی باشی، خیلی فرق کردی. الان همه میگن سوگن فرقی نکرد، از دید من خیلی فرق کرد، اگه نکرد بنویسی تو کامنت سوگن فرقی نکرد، ولی خدای فرق نکرد. بعد یه سوال، ما الان پسر الان ببین آرایش کردن تقلب حساب میشه؟ چون خیلی تغییر میکنید بعضیاتون خدای، الان تقلب حساب میشه یا نمیشه؟ اگه تقلب حساب میشه تو کامنت ها برام بنویسید که بابا سوگن تقلب حساب میشه، ولی اگه تقلب حساب میشه پسر ما تقلب حساب میشه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ هیچی به خدا. این هم بهتون نشون بدم بعد برم گم شم اصلا دیگه. اینو میبینید؟ دارید میبینید میگید وای چقدر مظلومی تو آخه عزیزم، این اصلا معلومه مظلومیت از این مظلومی، این منو تو رو میکشه، این خیلی داف، خیلی خودش فرق کردی ماشاءالله. تو حتما بیا پی با پسرم. از این ویدیو امیدوارم لذت برده باشید، فراموش نکنید اگه دوست دارید بازم از ویدیو بگیرم حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل. این ویدیو رو با بچه تلگرام گرفته بودیم، حتما جوین بشید اونجا، هر از اینجور ویدیو با هم کلی بگیریم. من داخل تلگرام خیلی دارم باهاتون چت میکنم، خیلی حرف میزنم، چون دیگه نمیشه بگی سر یه اسکرین شات بگیری بذار استوری کنی یه مش حرف بزنی که تلگرام یه دقیقه با هم چت میکنیم میگی میخندیم، دعواتون گمار خودتون میبینم تو تا بعد پدرسک که میگی بک گراند زشت.